دستان خونین گروه تروریستی حماس، یه گروهی که تمام هدفش اینه که یهودیا رو بکشه. این یک از روی خباثت اقدام اون، هزار شهروند غیر نظامی کشته شدند. در میان اونها 14 شهروند آمریکا کشته شدند. والدین کشته شدند در حالی که سعی می‌کردند بچه‌هاشون رو حفظ و حراست بکنند. خانواده‌های زیادی کشته شدند. جوانان در حالی که در یک فستیوال موزیک بودند و صلح رو گرامی می‌داشتند کشته شدند. و کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن، مورد تجاوز به عنوان قرار گرفتن، خانواده هایی که دارن سعی میکنن که خودشون رو ساکت نگه دارن که توجه حماس رو جلب نکنن، هزاران نفر مجروح شدن، کسانی که بدنشون سوراخ سوراخ شده با گلوله و متحمل رنج و آلام شدن. میدونید که در رنج و آلام ناشی از این هیچ وقت از بین نمیره، فراموش نمیشه. خیلی از خانواده نگران عزیزانشون هستن، نمیدونن آیا مفقود شدن، زنده هستن، به گروگان گرفتن، نونهالان در آغوش مادرشان، بازماندگان هولوکاست به گروگان گرفته شدن. الان گروگان هایی که الان حماس میگه ما اعدامشون میکنیم در نقض تمام معیارهای اخلاقی. این واقعا قابل تأسفه. ذهنیت حماس و تشنگیشون به خون و از بدترین چیزهای داعش هم بدتره. متاسفانه برای مردم یهودی این چیز تازه‌ای نیست.